درود بر شما دوستان عزیز دوستان ایرانگرا میخوام یک جمع قضیه سقوط هواپیما اوکراینی رو از منظر دیگه با شما در میون بذارم قضیه خیلی پیچیده است هنوز قضیه افشا نشده فقط این عجله سپاه به در بگردن گرفتن این قضیه که واسه من زیر سؤاله، سلاشکر محمود منصور که مؤسس سازمان اطلاعات و امنیت قطر هست گفته بود که ایرانی رای جز شلیک نداشتن باید این یعنی هاپیما اوکرانی رو میزدن اما گفته بود که بعد از اینکه که ایرانی ها و پیکر ارتش آمریکا ضربه مولکی وارد کردن بعد سیستم های راهبری و راداری کل منطقه رو در اختیار گرفتن و عملا مختل کردن به همین علت عملیات موشکی در این اسد بی نخص بود یه ویدیو جدید دیگه آمده که یه آقای دانمارکی یه افسر دانمارکی خیلی البته به زبان آب دانمارکی صحبت میکنه گفته بود که موشک ها سیستم هایی داشتن که اصلا قابل شناسایی نبودن رادار ها نتونستن شناسایی بکنن و گفت ایرانیا خیلی بزرگواری کردن و اتفاقا آسایشگاه رو میش... میدونستن پناهگاه رو میدونستن و عمدن نزدن به خاطر همین کشته زیاد نشد و ایرانی با این رفتار نشون بدن که برخلاف آمریکا دنبال قتل و جنایت و آدم کشی نبودن اما حالا چی شد که این هواپیما زده شد پنتاگون و امریکایی ها در واقع این هواپیمای مسافربری رو گروگان گرفته بودن این هواپیما مسافربری یک هواپیمای عادی مسافربری نبود بلکه دستکاری شده بود و در واقع طوری که به شکل نظر کاربری میتونست شبیه هواپیمای آواکس کار بکنه یعنی رادارای سبودی داشت سیستم های پیش اختار و کنترل هوایی رادارای سبودی داشت و آمریکایی استفاده میکنن از این هواپیمای مسافربری بوینگ خودشون که ظاهر مسافربریه ولی باطنش یک نوع آواکس مخفی هست این هواپیما رو میفرستن ایران برای اینکه مخصوصا ردیابی کنن سیستم پدافند هوایی ایران رو شناسایی کنن و این هواپیما وقتی وارد ایران میشن رادار سبودیشون رو در واقع فعال میکنن وقتی که رادار سبودی فعال میشه این سیستم پدافند ایران چیکار میکنه اینا رو تشخیص میده در واقع وقتی تشخیص داد اینا چه کار کردن جلوی پرواز این رو تشخیص دادن که این رادار سبودی در کجای ایران فعال است اونا فهمیدن که این هواپیمای اوکراینی در واقع سیگنال غیر میفرسته و اونا به همین علت تمام خدمه پرواز عوامل فنی هواپیمای اوکراینی رو بازداشت کردن بررسی کردن حتی موتور رو بررسی کردن ولی چیزی نتونستن پیدا کنن ولی میدونستن که هواپیما سیگنال مشکوک صادر میکنه به خاطر همین هواپی ما چند ساعت تاخیر داشت و به خاطر نقص فنی گفتن داره داشت به خاطر فرستادن سیگنال های مشکوک بررسی می شود. با این حال خدمه پرواز و اینا گفتن که به ازای هر ساعت ما چند هزار دلار از فرودگاه ایران جریمه خواهیم گرفت و اصرار کردن و اونا هم ایرانی های دادن که این پرواز رو کنه به مزه که این هواپیما پرواز کرد دوباره این رادار سبودی مرکزی خودش رو فعال کرد وقتی این بعض تیکاف رادار سبودی مرکزی خودش رو فعال کرد این سامانه پدافندی ایران دوباره سیگنل ها رو دریافت کرد و چون خواست به کمک ها بیمار امام بری این سامانه پدافندی ایران رو شناسایی کنند که بر اون نقطه ها بتونند اینا کروز شلیک بکنند بعد ایرانی دیگه مطمئن شده بودن که این منبع و چشم شناسایی همین بوینگ اوکراینیه که داره این رادار سبودیش رو فعال کرده برای شناسایی و اینا شک کردن که نکنه این الان رادار سبودیش رو فعال کرده از پوشش این هواپیما اینا میخوان که کروز شلیک بکنن این باعث شد که اون افسر ناشناسی هرکس بود ده سانه فرشتش تصمیم میگیره که آیا اجازه بده این رادار سبودی هواپیما به ظاهر مسافربری سیگنال صادر بکنه یا نه چون وقتی سیگنال صادر کنه احتمال آمدن کروز بود چون که زمینه است برای هدایت کروز و خوردن به جای دقیق و در واقع امریکایی ها هفای مسافربری رو گروگان گرفتن جان 170 مسافر رو گروگان گرفتن و یک هواپیما به ظاهر مسافر بری ولی داشتن رادارای آواکس و رادارای سبودی خواستن که از این طریق تو ایران نفوذ کنن و نقاط کور یا نقاط سیستم پدافندی ایران رو شناسایی بکنن ببینید چقدر آمریکایی‌ها کثیف هستن و چقدر جان آدم ها واسهشون بیارزشه و از این کارها میکنن برای ضربه زدن به ایران و اونها اصلا جان انسان واسهشون اهمیت نداره که. کسی که میگفت من تخت جای فرنگی اونها اصلا ناظرن که کل ملت ایران کشته میشن بعد این ولد زنای خائنه که تو خیابون میان به دستور اربابشون اینا فکر میکنن که ترامپ مثلا دلش واسه ملت ایران سوخته اینا هرون زده وحشی وسط ایرانی هستن اون افسر هر کس دیگه جای اون بود واقعا سخت بود چون که اون تابع امام مسافربری رادار سبودی که به طور طبیعی روی آواک سواره روی این بوینگ مسافربری سوار کرده بودم و احتمال حمله موشکی وجود داشت ولی متاسفانه در واقع این جنایت توسط آمریکا انجام شده و سپاه ما باید اینو استفاده میکرد نباید اجازه میداد همه گردن ها رو به گردن میگرفت این حادثه رو و همون اول اینو مطرح میکرد که اشتباه صورت گرفته به خاطر در واقع سو استفاده امریکایی از یه هاپیمای که داخل ایران میفرستند در واقع هاپیمای جاسوسی هستند ظاهر مسافربریه این باید درسی باشه از این به بعد ما باید هواپیما هایی که امریکایی ها میفرستن به داخل ایران مواظب باشیم که دوباره اینجوری تکرار نشه و این فقط مورد هواپیما نیست ها. مورد های بسیار زیادی است که آمریکا از این طریقه ها میخوان نفوذ بکنن دستگاه هایی که تو ایران به ایران میفروشن از همه چی شما بگیر این موبایل آیفونی که ما داریم همشون جاسوسیه اینو حتی شبا صدای سکس زن و مرد رو ضبط میکنن میفرستن آمریکا شما موبایل تا که خاموش باشه خاموش باشه شما هر حرفی تو اتاق بزنی اینا ضبط میکنن لازم باشه اول که صاحب موبایل ای میکنن اینکه نمایندای احمق ما توی مجلس همشون آیفون دارن میبردن توی مجلس جلسه خصوصی اونا رو از شروع میکردن و شما کافیه حتی موبایلتونو رو خاموش کنید مثلا در مورد یه چیزی صحبت بکنید ده دقیقه تو گوشی موبایلتون تبلیغاتش ظاهر میشه یعنی در واقع اینا تکنولوژی هایی که از آمریکا میاد مخصوصا که اونا که به سوی ایران میفرستن چه لپتاپ هایی که میدن به نمایندای مجلس و مسئولان امنیتی چه موبایل ها این قضیه هواپای ما که به این صورت یه مورد دیگه خیلی جالبتر تری دیگه هم بوده که الان فراموش کردم میخواستم در ادامه این قضیه بگم که آمریکا چجوری به فکر نفوذ در کشور برای جمع‌آوری اطلاعات هستن لازمه که همیهنان آگاه باشن این اشتباه اشتباه ساده نبود این اینطوری میشه ما درس بگیریم که بسیاری از این هواپیمای مسافربری که تو ایران میاد میتونن دستکاری شده باشن. بترود